فداتون بشن. یکی از راه های تواضع کردن حضور در دسته عزاداری، برو تو دسته خیابون سینه بزن، وسط خیابون روزه خون، دکتری، مهندسی، استاد دانشگاهی، بازاری هستی، رئیسی برای خودت، هم هر کاری هستی، وای میسته روزه خون، بشین رو اسفالت، روحون گریه کردن. دسته عزاداری خیلی مهمه، اگه همیشه مثل با کلاس ها عزاداری نکنید، دسته رو بندازن، برید تو دسته عزاد. حضرت آیت الله العظما بروجردی همه دوست داشتن دستش رو ببوسن. ایشون میدونید عارف هم بودن دیگه، ایشون چشم درد میگیرن اواخر عمر شریفشون، مردم دوست داشتن دست ایشون رو ببوسن، ایشون راه نمیداد. یعنی راه نمیداد، خب نمیشه که همه بیان آقا 24 ساعته دست ایشون رو ببوسن که نمیشه. بعد میومد دنبال دسته عزاداری، خاک قدمای دسته عزاداری رو برداشت، گذاشت رو چشمش، چشمش شفا پیدا کرد، خاک پای همون مردمی که میخوان دست آقا رو ببوسن، رفته تو دسته عزاداری، خاکت کف پاش تبرک میشه. حضرت امام میفرمود اگه بنا بود زیر سقف بشینه زیارت عاشورا بخونه، صد لعن و صد صلوات تسبیح بگردونه، اسلام حفظ نمیشه، مکتب حیاهو میخواد. رفتی هیئت نوحه جواب بدی، ها یه وقت نکنه نوحه جواب ندی، قیافه نگیری، سر صدا کن. نوحه جواب میدن رجزه، امیری حسینون و نعم الامیری، اینا رجزه، رجز بخون. نباشه با سکوت بزرگوارانه برای حسین عشق بریزی، کسی تو مکتب حسین بزرگ نیست، همه خاک کفه باشن. علامه بحرالعلوم بود یا کدومی که از علمای بزرگوار بود، با اطرافیانش همه ایستاده بودن، دفعی بین الحرمین داشتن میدویدن، مردم عاشورا شلوغ بود، یه دفعه همه رو ول کرد شروع کرد دویدن. بعد گفتن شما آخه بزرگی، مرجع تقلیدی. گفت وقتی دیدم حجت ابن الحسن العسکری دارم میدوئن، من چیکار کنم؟ دسته عزاداری خیلی مهمه، دسته رو بندازیم، سر صدا کن، دسته رو بندازیم، سر صدا کن.